پیش از دقیقه خوش آمدید. دو سال بعد از خروج آمریکا از برجام، واشنگتن در پی بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران. تهران میگوید اقدامات آمریکا ممکن است شرایط را غیر قابل کنترل کند. از یک کارشناس روابط بین الملل میپرسیم چه چشم‌اندازی پیش روی روابط دو کشور است. همچنین در برنامه امشب، روشنایی شب‌های بغداد در گروه معافیت‌های آمریکا از تحریم‌های ایران. وزیر برق پیشین عراق میگوید فشارهای واشنگتن میتواند این کشور را با بحرانی جدی مواجه کند. افزایش کودکان مبتلا به ویروس کرونا، برخی علائمشان شبیه بیماری نادری به نام کاوازاکی است. از یک پزشک میپرسیم آیا کودکان بیشتر از آنچه تصور میشد در معرض خطر هستند؟ و موافقت تهران با اعزام هیئت حقیقت‌یاب در مورد حادثه غرق شدن مسافران افغان در مرز ایران، آیا پیگیری مقام های افغانستان به جایی میرسد؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سازمان ملل متحد یک بار دیگر عرصه مناقشه میان ایران و آمریکا. این داستان کشدار بعد از دور تازه‌ای از تلاش‌های آمریکا برای ملغا کردن یک قطعنامه اوجی تازه گرفته. قطعنامه‌ای که بعد از توافق برجام تصویب شد و بر اساس آن به زودی بخشی از محدودیت‌ها علیه ایران برداشته می‌شود، خصوصا محدودیت‌های تسلیحاتی. وزیر خارجه ایران می‌گوید که همین تلاش آمریکا ممکن است کار را به جایی باریک و غیر قابل کنترل بکشاند. آمریکا هم میگوید تخفیف هیچ نوع محدودیتی علیه ایران را قبول نمی کند و سیاست فشار حداکثری ادامه می یابد. کشیدن کار دو طرف به مرحله غیر قابل کنترل در دور تازه‌ای از تنش‌ها چه مفهومی دارد؟ اگر چنین است، چرا آمریکا تصمیم گرفته از حضور نظامی خود در عربستان بکاهد؟ در این باره بیشتر صحبت می کنیم. اول گزارشی از بهمن کلباسی. President of the United States. Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. دو سال از روزی که آمریکا از برجام خارج شد می‌گذرد. مقام‌های دولت ترامپ در آن زمان گفتند با هدف رسیدن به توافقی بهتر که محدودیت‌های بیشتری بر برنامه هسته‌ای ایران بگذارد و فعالیت‌های منطقه‌ای و موشکی ایران را هم شامل شود، این تصمیم را گرفتند. در واکنش اما مقام‌های ایران غنی‌سازی اورانیوم و کار بر روی سانتریفیوژهای پیشرفته تر را فراتر از مفاد برجام افزایش داده و زمان رسیدن به سوخت لازم برای یک بمب هسته‌ای را به نصف رساندند. تنش در منطقه و آزمایش‌های موشکی ایران هم کمتر نشد. تأثیر منفی خروج آمریکا از برجام بر روابط با متحدانش هم سبب شده مقام‌های سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تلاش‌های مایک پامپئو وزیر خارجه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل و زدن یک ضربه کاری دیگر به آنچه از برجام باقی مانده بیدرنگ مخالفت کنند. مخالفتی که البته هنوز معلوم نیست بتواند مانع عملی شدن طرح آقای پامپئو شود. جواد ظریف دیروز در دومین سالگرد زیر پا گذاشته شدن برجام از سوی آمریکا در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل نسبت به همراهی یا سکوت کشورها در برابر این تلاش جدید دولت ترامپ هشدار داد. بیانیه‌های مقامات آمریکایی مبنی بر قصد آنها برای اقدام علیه قطعنامه 2231 شورای امنیت بسیار نگران کننده است و ممکن است اوضاع را به شرایط غیر قابل کنترل بکشاند و هر گونه اقدام علیه قطعنامه 2231 شورای امنیت و برخلاف این چارچوب پیامدهای جدی برای دوام و پایداری شرایط توافق شده به همراه خواهد داشت. دموکرات‌ها در آمریکا هم در این سالگرد انتقادها از سیاست ترامپ در برابر ایران را افزایش دادند. جو بایدن که پیش از این گفته بود اگر رئیس جمهوری شود به برجام باز خواهد گشت، نوشت: دو سال پیش ترامپ از توافق با ایران خارج شد. این هفته هم قطعنامه کنگره که جلوی اینکه او بتواند بدون مجوز نمایندگان کنگره با ایران جنگ راه بیندازد رابطه کرد. تصمیم‌های ترامپ ریسک جنگ را در خاورمیانه افزایش داده است. همزمان اما به نظر می آید نگرانی بعضی مقام‌های دفاعی آمریکا از بروز یک جنگ قدری کاهش یافته. روزنامه وال استریت جورنال گفته ارتش آمریکا چند سامانه دفاع موشکی معروف به پاتریوت را که به عربستان فرستاده بود از آنجا خارج می‌کند. بالا و پایین‌های دو سال تنش شدیدتر
میان ایران و آمریکا پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای که با وجود پیامدهای بسیار منفی آن برای اقتصاد ایران هنوز به هدف دولت ترامپ که گفت تغییر رفتار جمهوری اسلامی است نرسیده. و حالا در کمتر از 6 ماه باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری ممکن است با موفقیت طرح پومپئو در شورای امنیت به کلی فرو بپاشد یا برعکس با شکست آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری جان دوباره‌ای بگیرد. بهمن کلباسی، بی بی سی، نیویورک. مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن با ما هست. آقای فیتزپاتریک، هیچ تغییری در موازنه فعلی بین ایران و آمریکا می‌بینید؟ من هیچ گونه تحول یا تغییر جدیدی در رابطه ایران و آمریکا طی ماه‌های گذشته ندیدم. یک تحول رو من در چشم انداز می‌بینم که می‌تونم مثبت توصیفش بکنم و اون هم احتمال مبادله زندانیان بین ایران و آمریکاست. مایکل وایت در ایران برای و سیروس عسکری در آمریکا. این مبادله هنوز انجام نشده، اما گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه امکان داره مبادله انجام بشه. اما به غیر از اینها تمام نشانه‌هایی که ما اینجا در واشنگتن می‌بینیم نشانه‌های منفی بودند. شاید نشانه‌های مثبتی در تهران بوده باشه، ولی اینجا همه چی منفی است. کاهش فعالیت نظامی یا حضور نظامی آمریکا در عربستان سعودی، مشخصاً خارج کردن 2 سامانه دفاع موشکی پاتریوت و تعدادی جنگنده را چطور ارزیابی می‌کنید؟ من فکر نمی‌کنم که این ارتباط زیادی با رابطه ایران و آمریکا داشته باشه. خیلی ارتباط بیشتری با رابطه آمریکا و عربستان داره. ایالات متحده بسیار از دست سعودی‌ها عصبانی بوده به خاطر اینکه تولید نفت رو تا حدی سعودی‌ها بالا بردن که باعث پایین اومدن قیمت نفت شده و باعث شده که خیلی از تولید کنندگان نفت در آمریکا ورشکست بشن و این عصبانیت آمریکا از دست سعودی‌ها اون دلیلی بود که آمریکا نیروهای نظامی خودش رو، بعضی از این نیروها و تسلیحات رو، از عربستان خارج کرد. اما این تحلیل من هست. شاید دلایل دیگه هم وجود داشته باشه، از جمله این دلیل اعلام شده که الان آمریکا ایران رو به عنوان یک خطر بسیار فوری نمی‌بینه که بخواد در برابرش این سامانه‌های موشک پاتریوت رو در عربستان مستقر نگه داره. دقیقاً همینی که ایران یک خطر فوری تلقی نشه از طرف آمریکا، دست کم مثل قبل، امکان داره که باعث نوعی نرمش بشه از طرف آمریکا؟ بله، این نکته خوبیه. سوال خوبی پرسیدین. اگر موضع آمریکا این هست که ایران یک خطر فوری نیست، بله این میتونه به تنش میان ایران و آمریکا منتشر بشه، تعبیر بشه. اما پیام ها مقداری متناقض هستند، چون دولت آمریکا دست کم در یک سطح سیاسی داره میگه ایران یک خطر فزاینده در منطقه هستش به خاطر اینکه داره اورانیوم رو غنی میکنه و همینطور به خاطر اینکه داره به شبه نظامیان عراقی کمک میکنه، به شبه نظامیان در کشورهای دیگه و مسائل دیگه. بنابراین در یک سطح سیاسی آمریکا داره میگه بله ایران یک خطر فوری هست، اما پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، خیلی صادقانه تر گفت که ایران یک خطر فوری نیست. یک تناقضی در این موضع آمریکا وجود داره. بنابراین من زیاد نمیخوام مکس بکنم و تاکید بکنم رو بحثایی که مسئولان نظامی دارن میگن. آمریکا گرفتار کرونا است، اقتصاد آسیب دیده، آقای ترامپ خواهان خروج نیروها از افغانستان شده، از جای دیگر همینطور. آیا شرایط جدیدی که در ماهای اخیر رخ داده آمریکا رو در منطقه در موقعیت ضعیفتری به نسبت قبل قرار نداده؟ بله، من فکر میکنم که آمریکا در موقعیت ضعیفتری هست، از جمله به دلیل سیاستش نسبت به ایران که توسط هیچ قدرت دیگه در دنیا مورد حمایت قرار نگرفته.
حتی توسط بازیگران منطقه هم مورد حمایت قرار نگرفته به جز بحرین، عربستان و اسرائیل. در حال حاضر آمریکا توانایی کمتری داره به دلیل بحران کرونا که بخواد وارد یک کارزار نظامی بشه، اما میدونید در ارتباط با بحران، در ارتباط با بحث خاورمیانه این واقعا غیر مرتبط هست، برای اینکه آمریکا به هر حال بنز کافی انقدر حضور نظامی در خاورمیانه داره که اگه بخواد دست به اقدام نظامی بزنه بتونه کارو انجام بده. اما یک بحث سیاسی هم در اینجا وجود داره، در فصل انتخابات که این همه اتفاقای بدی داره برای دولت ترامپ میفته و تحولات به نفع اون نیست، یک رودررویی نظامی با ایران یا هر گونه رودررویی میتونه یک برگ برنده برای آمریکا باشه، چون در آمریکا مردمش مثل مردم خیلی کشورهای دیگه معمولا به دور هم جمع میشن در دوران جنگ. برای همین اگه یک درگیری نظامی بین ایران و آمریکا پیش بیاد، احتمالاً بیشتر آمریکایی‌ها از این درگیری حمایت خواهند کرد. ممنونم از مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن. آمریکا همونطور که اشاره کردیم در دو ماه گذشته دو بار معافیت‌های عراق از تحریم‌های ایران برای خرید گاز و برق رو فقط به مدت 30 روز تمدید کرد، اما نیمه شب پنجشنبه گذشته وقتی که مصطفی کاظمی به عنوان نخست وزیر جدید عراق انتخاب شد، مهلت این معافیت‌ها رو به 4 ماه افزایش داد. با این حال عراق میگوید 1 ماه یا 4 ماه کفایت نمی‌کند و این کشور فعلا برای چند سال به خرید انرژی از ایران احتیاج دارد. لوی خطیب که تا هفته قبل وزیر برق عراق بود و مذاکرات این کشور با آمریکا در حوزه انرژی و بحث تحریم‌های ایران رو پیش می‌برد، در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی فارسی گفته که فشار آمریکا بر عراق می‌تواند این کشور را به خطر و بحران جدی مواجه کند. گزارش داریم از نفیسه کوهنورد. روشنایی شب‌های بغداد در گروه واشنگتن مانده. برق پایتخت عراق با گازی تامین می‌شود که از ایران به نیروگاهی نزدیک این شهر می‌رسد. اما مهلت معافیت‌های عراق از تحریم‌های آمریکا بر ایران مدام در حال کم و زیاد شدن است و این ظاهراً عراقی‌ها را جان به لب کرده. ما خیلی واضح به دولت آمریکا گفتیم که نمیخوایم در کشمکش بین تهران و واشنگتن طرف بگیریم. این مفهومی نداره هی 120 روز، 90 روز، 30 روز بکنن. ما برای بازسازی زیرساختامون 3 یا 4 سال لازم داریم. اون هم تحت شرایطی آروم و تحت نظارت دولتی که اختیارات کافی داشته باشه. در چند مدت اخیر هر قد سایه تنش بین آمریکا و ایران بر سر بغداد سنگین‌تر شده، واشنگتن فرصت عراق برای خرید انرژی از همسایه را هم کمتر کرده. این مهلت در 2 ماه گذشته از 90 روز به 30 روز رسید. اما پنجشنبه شب قبل بلافاصله با به روی کار آمدن دولت جدید، کاخ سفید معافیت‌ها را دوباره به 4 ماه افزایش داد. این تغییر کاملا چشمگیریه. آمریکا معافیت‌ها رو به سیاستی کوتاه‌نگرانه برای فشار بر دولت قبلی عراق تبدیل کرده بود تا بغداد در سیاست‌هاش در قبال ایران بیشتر با غرب همراهی کنه. اما تمدید معافیت‌ها الان اقدام مثبتیه در حمایت از دولت جدید مصطفی کاظمی تا وقتی که اون بتونه همه اختلاف‌ها و مشکلات رو در این وضعیت بحرانی عراق برطرف کنه و البته مذاکرات استراتژیک آمریکا و عراق رو پیش ببره. تقریباً 25% برق مصرفی عراق بسته به ایران است و این کشور هم از همسایه گاز برای نیروگاه‌هایش می‌خرد و هم تقریباً 1200 مگاوات برق مستقیم وارد می‌کند. انتظار واشنگتن از بغداد این است که این وابستگی به صفر برسد. عراق هم به دنبال جایگزین است، اما می‌گوید فرصت کافی نیست. ما داریم قرارداد برق رو با اردن نهایی می‌کنیم، اما این پروژه 24 ماه زمان می‌بره. همچنین در حال نهایی کردن قرارداد دیگه‌ای با ترکیه هستیم، اما برای اون هم 6 ماه وقت می‌خوایم. درباره گاز متأسفانه فقط از عهده هزینه گاز ایران برمی‌آییم، چون از طریق لوله‌کشی میاد. از نظر جغرافیایی عملی کردن پروژه‌های انتقال برق هم آسون نیست. حتی برای وارد کردن برق از عربستان دست کم 18 ماه فرصت لازمه.
اما عراق همین الان برق نیاز داره و نمیتونه 18 ماه یا 2 سال منتظر شه. بنابراین بهترین گزینه در حال حاضر ایرانه. I cannot wait for 18 months or 2 years to find alternatives. So the best offering on the table right now is what we are getting from the Iranian side. عراق چهارمین تولید کننده نفت در جهان است، اما ظرفیت تولید گازش همچنان محدود مانده. با تنگتر شدن حلقه تحریم‌های ایران و ورود شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به عراق، این کشور گام‌هایی را برای بی‌نیاز شدن از برق و گاز ایران برداشته، اما نه با سرعتی که در ضرب‌الاجل‌های آمریکا بگنجد. این نیروگاه سماوه است در جنوب عراق، نیروگاهی که پس از سالها دوباره با کمک جنرال الکتریک آمریکایی و یک شرکت پیمانکاری ترکیه‌ای راه افتاده. اما خیلی از پروژه‌های مشابه هفته هاست زمین مانده. چالش اصلی ما این بود که برای پروژه‌هایی که 4 سال زمان لازم دارن کمتر از 1 سال وقت داشتیم. از طرفی دولت از زمان تظاهرات اکتبر 2019 تحت فشار بود و ناچار به استعفا شد و ما مدت‌ها با اختیارات بسیار محدود تحت سرپرست نخست وزیری کار انجام دادیم. به دنبالش هم قیمت نفت به خاطر کرونا سقوط کرد و متأسفانه همه اینها روند پیشرفت ما در این پروژه‌ها رو متوقف کرد. امیدوارم لااقل در این وضعیت بحرانی به دولت جدید فرصت کافی برای اجرای این طرح‌ها داده بشه. عراق به چشم دیده که چطور کمبود برق می‌تواند این کشور را به آشوب بکشاند. تابستان 2 سال پیش قطع برق ایران به عراق جرقه تظاهرات در بصره را زد و شعله‌هایش به کنسولگری ایران رسید. بغداد نگران است گره خوردن خرید انرژیش از ایران به کشمکش بین تهران و واشنگتن این کشور را باز با بحرانی مشابه روبرو کند. اونها شریکی مثل عراق رو به خطر میندازن. واشنگتن میدونه که محروم کردن عراق از 25% برق لازم مصرفی کشور رو با معضلاتی روبرو میکنه که طاقتش رو نداره. امنیت عراق فقط برای ساکنان این کشور مهم نیست. امنیت عراق امنیت منطقه است. ما با تروریسم جنگیدیم و آخرین چیزی که احتیاج داریم اینه که شرکای استراتژیک ما به خاطر مسائل سیاسی که ما نمیخوایم بخشی از اونا باشیم مقابل ما بایستن و عراق رو تحت فشار بذارن. یک ماه یا 4 ماه به نظر معافیت عراق از تحریم‌های همسایه فعلا ادامه پیدا کند. کم و زیادش هم به این بماند که در ماه‌های پیش رو دولت جدید بغداد چقدر با سیاست‌های آمریکا برای فشار بر ایران و کم کردن نفوذش در منطقه همراه شود. نفیسه کوهنورد اینجا با من، همزمان با نخست وزیری مصطفی کاظمی مهلت 1 ماه شد 4 ماه. آیا تمدید معافیت به معنای حمایت آمریکا از دولت جدیده؟ جمال، به نظر میرسه که از چشم آمریکایی ها دولت آقای کاظمی، شخص آقای کاظمی کسی خواهد بود که راحت تر میتونن باهاش کار بکنن. هم میتونه حمایت باشه و هم البته محک زدن آقای کاظمی و دولتش در مورد مسائلی که در مورد دولت قبلی باهاش مشکل داشتن. با دولت آقای عبدالمهدی و شخص آقای عبدالمهدی واشنگتن مشکل پیدا کرده بود، به خصوص در این ماه‌های آخر، به خاطر اینکه گفت از نظر آمریکا آقای عبدالمهدی تمهیدات کافی رو، تدابیر کافی رو نگرفت برای جلوگیری از حمله ها به پایگاه های آمریکایی در عراق، که آمریکا اون گروه های نزدیک به ایران رو عاملش میدونست. از طرفی در مورد تصمیم پارلمان، تصمیم به بخشی از پارلمان برای خروج نیروهای آمریکایی به نوعی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، به نوعی آقای عادل عبدالمهدی در طرف پارلمان ایستاد و تاکید کرد که باید این نیروها هر چه زودتر خارج بشن. این مسائل مسائلی بود که از نظر واشنگتن قابل قبول نبود. سفیر آمریکا بارها اعتراض کرد، بعضی از فرمانده‌های آمریکایی در عراق بهش اشاره کردن و اینکه چرا جلوی این تحرکات گرفته نمیشه، به خصوص اینکه میگفتن حتی بخشی از نیروهای امنیتی عراق دارن با نیروهای طرفدار ایران همکاری میکنن یا چشم میپوشن
از تحرکات اونها وقتی که اونها به هر حال موشکاشون رو نزدیک پایگاه‌های آمریکایی میبرن و میتونن شلیک بکنن. برای همین به نظر این فرجه رو الان داده که میدونن به آقای کاظمی داده که هم ببینه که وضعیت چطوره هم محک بزنه و البته آمریکا میدونه که فعلا عراق راه چاره‌ای بیشتر نداره، اما معتقده که با بیشتر کردن فشار بر بغداد بالاخره مجبور خواهد کرد بغداد رو که هر جور شده جایگزین دیگه ای پیدا بکنه که فعلا هم داره دنبالش میگرده، اما قرار نیست معجزه رخ بده و مشکلات گاز و برق عراق یک دفعه حل بشه، اما این یک اهرم فشار در دست آمریکا همچنان خواهد ماند. ممنونم از نفیسه کوهنورد. اختلافات و دعواهای چین و آمریکا سایه سنگینی بر بحران کرونا انداخته. این اختلافات باعث شده دولت آمریکا در بسیاری از تلاش‌های جهانی برای تشکیل یک کارزار مشترک علیه ویروس کرونا یا بازیگر غایب باشد یا عملاً مقابل این تلاش‌ها سنگ اندازی کند. چین هم که از ابتدا آمریکا را متهم به تولید و تکثیر ویروس کرونا می‌کرد، حالا در عرصه روابط خارجی خود سیاست تهاجمی‌تر پیش گرفته. چرا دو قدرت بزرگ اقتصادی، نظامی و علمی جهان در این شرایط بحران زده به جای همکاری به رو در روی رو آوردند؟ سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. هم آمریکا و هم چین بر سر ویروس کرونا درد مشترک دارند، ولی در عالم سیاست درد مشترک لزوماً به معنی همدلی و همکاری نیست. نه تنها خبری از همدلی و همکاری بین چین و آمریکا نیست، بلکه هر دو طرف درگیر یک دعوایی شدند که روابط آنها را دچار تنشی کم سابقه کرده. سازمان بهداشت جهانی از این مسئله به تلخی یاد می‌کند. عامل تعیین کننده در پیروزی بر بیماری آبله همبستگی جهانی بود. ما امروز برای شکست دادن کرونا هم نیاز به این همبستگی داریم. پیروزی ما بر آبله نشون داد که اگر دنیا دست به دست هم بده همه چیز ممکنه. پیش از این نیست دولت دونالد ترامپ دل خوشی از چین نداشت، ولی حالا اوضاع به مراتب بدتر شده. با اینکه این چین بود که در روزهای اولیه شیوع کرونا ارتش آمریکا را متهم به تولید ویروس کرد، اما حالا چین خودش متهم شده. هم متهم به پنهانکاری، هم متهم به تولید ویروس. آمریکا بر اساس همین اتهام سخت کوشیده نشان دهد که اصلا ویروس کرونا در یک آزمایشگاه ووهان ساخته و پرداخته شد. آمریکا برای به کرسی نشاندن این نظریه سخت تلاش کرد. هم مانع از آن شد که کشورهای صنعتی یک بیانیه مشترک در مورد بحران کرونا منتشر کنند، هم مانع از صدور بیانیه شورای امنیت برای یک آتش بس شد و هم کمک‌های مالی خود به سازمان بهداشت جهانی را قطع کرد. چین هم بیکار ننشسته و متقابلاً دست به یک کارزار تبلیغاتی گسترده علیه آمریکا زده است. دولت چین میگوید این آمریکاست که مرتکب پنهانکاری شده. چین همیشه در مورد انتشار اطلاعات مربوط به پیشگیری و کنترل ویروس کرونا شفاف عمل کرده. آیا آمریکا حاضر است درهای پایگاه بیولوژیک خودش در داخل و خارج این کشور را باز کند؟ ما بعید می‌دانیم. علاوه بر اینها چین میگویند که دولت آمریکا با متهم کردن چین می‌خواهد بر سوء مدیریت‌های خودش سرپوش بگذارد، تا بلکه دونالد ترامپ از راه دمیدن در احساسات ضد چینی دوباره در انتخابات برنده شود. هم احساسات ضد چینی در آمریکا، هم احساسات ضد آمریکایی در چین می توانند برای هر دو دولت مصرف داخلی داشته باشد. دولت آمریکا حالا به فکر تحریم چین، لغو بدهی‌هایش به چین و قانون‌گذاری‌های جدید تجاری است. چین هم بیش از پیش موضعی تهاجمی در سیاست خارجیش گرفته و در صدد گسترش و حوزه‌های نفوذ خودش در جهان است. اما به این ویدیوی تبلیغاتی دولت چین نگاه کنید که داستان بحران کرونا و دعوایش با آمریکا را به روایت خودش شرح می‌دهد. ما یه ویروس جدید کشف کردیم. چی؟ خطرناکه. سرحد سرماخوردگیه. ماسک بزنید. ماسک نزنید. خونه بمونید. این نقض حقوق بشره. بیمارستان موقت میسازیم. اردوگاه کار اجباری میسازیم. در 10 روز ساخته شده. بز ندید. قرنطینه کنید. این وحشیگری است. فپیوری. ظرفیت سیستم درمانی ما پر شده. ببین چقدر چین عقب مونده است. ویروس داره دکترا رو میکشه. شما جهان سومید. ویروس از هوا هم منتقل میشه. تا 2 ماه دیگه ویروس میره. خونه بمونید. گویی این بگو مگوها در میانه یک بحران بزرگ بشری تمامی ندارد.
در این تب و تاب ناسیونالیستی صداهای متعادل جایی ندارند و این دعواهاست که صحنه‌های سیاست، تجارت، علم و جان آدمی را زیر و زبر می‌کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. بهزاد بروجردی رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک واشنگتن از واشنگتن با ما هستن. آقای بروجردی، اگر اول به موضع آمریکا نگاه بکنیم، به نظر میاد آمریکا در شرایط بدیه، الان هم زمان همکاریه. چرا تسویه حساب رو با چین آمریکا نمیگذاره برای بعد و فعلا وارد نوع همکاری نمیشه؟ بس کنم، همجور که میدونین رابطه امریکا و چین یک رابطه رقابت محور بوده که بر اساس عدم اعتماد دو طرف به همدیگه شکل گرفته بوده، اما به نظر میاد که این رابطه حالا خصلت خصومت هم به خودش گرفته. تاریخیش این بوده که امریکا چین رو یک رقیب استراتژیک میدید، میگفت اسرار علمی ما رو میدزدن. چین هم از طرف دیگه بحث میکرد که امریکا یک قدرت در حال نزول هست، نمیتونه عادلانه رقابت بکنه، پس بنابراین داره سعی میکنه زور بگه. اگر قبل از بحران کرونا برگردیم، میدونیم که دعوای اصلی این دوتا بر سر کمپانی هواوی بود که باز به همین مسائل اسرار صنعتی برمیگشت. به نظر میاد این دفعه خصومت بالا گرفته به چند دلیل. به این دلیل که اولا اینکه آقای ترامپ به نظر میاد داره از این مسئله استفاده میکنه و با انگوش گذاشتن و تاکید بر اینکه این ویروس در یک آزمایشگاهی در چین ایجاد شده، ادعایی که حتی دستگاه‌های اطلاعاتی خود امریکا رو هم این رو تایید نمی‌کنن، داره بر تنور این تئوری توطئه میتپه. از طرف دیگه می‌بینیم خب چین هم متقابلا داره بحث می‌کنه که این توطئه به این معنی بوده که ویروس از داخل امریکا اومده. من فکر میکنم در پاسخ سوال شما چرا این لحظه داره انجام میشه، به این خاطر است که هر چقدر که وضعیت اقتصادی امریکا در زمان آقای ترامپ به خاطر بحران کرونا بالاتر میره، بدتر میشه و آمار مرگ و میر بالاتر میره، ایشون به نظر میاد با چشم داشتی به انتخابات پیش رو به این نتیجه رسیدن که با متهم کردن چین به اینکه این مشکل رو کلن به وجود آورده و یا کمکاری کرده، عرض کنم سبب شده که سازمان بهداشت جهانی هم اونجوری که باید و شاید با این مسئله روبرو نشه، داره همون کاری رو میکنه که چند سال پیش در کوران انتخاباتی کرد، که اونجا هم در مقابل خانم هیلری کلینتون که از صحبت گروه های مسلمان تروریست استفاده نمیکرد، اومد این به اصطلاح صحبت رو پیشه کرده. چین هم از انتقاد بری نیست، اطلاعات لازم رو در زمان مناسب ارائه نکرده، این چیزیست که بسیار گفته میشه، و از اون طرف هم تلاشی نمیکنه برای اینکه تنش رو کاهش بده با آمریکا. درسته؟ کاملا درسته. بله، ببینید، فکر میکنم که این یه واقعیت هم هست که به هر حال دنیا لزوما از عملکرد چین در این رابطه راضی نیست. دلیلی که چینی ها احتمالاً دارن اینقدر تهاجمی پاسخ میدن به آقای ترامپ این هست که اونها فکر میکنن که اگر یک چنین استدلالی واقعا جا پیدا بکنه و سر زبان ها بیفته در بقیه دنیا، اون وقت تبعات بدجوری برای سیاست خارجی، برای مناسبات اقتصادی چین داره، و بنابراین فکر کردن که بهترین دفاع حالت تهاجمی گرفتن است. بله، خیلی کوتاه، این اختلاف چه زیانی وارد کرده به دنیا تا حالا؟ زیان زیادی آورده. ببینید، برای مثال چند هفته پیش اتحادیه اروپا جلسه ای گذاشته بود برای جمع‌آوری کمک مالی برای مبارزه با کرونا. خود کشورهای اروپایی 8 میلیارد دلار به این جدال تخصص دادن، اما امریکا شرکت نکرد و چین هم پولی نداد به این مسئله. یادمون باشه که این چین و امریکا دو کشوری بودن که در سال 2014 میلادی برای مبارزه با ایبولا با هم همکاری قابل توجهی رو واقعا از خودشون نشون داده. بنابراین تاثیر منفی این رو میشه بر روابط بین الملل هم امروز دید. بسیار ممنونم از مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور هماهنگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن. ما وزارت بهداشت ایران میگوید روند ابتلا به کرونا در تهران نزولی بوده، ولی موارد ابتلا در استان خوزستان در حال افزایش است. با این حال چند مقام دولتی از احتمال بازگشایی کسب و کارهای مختلف و دانشگاه‌ها و مدارس صحبت می‌کنند.
همزمان معاون استانداری خراسان رضوی خبر داده که حرم امام هشتم شیعیان در مشهد در شب‌های قدر همچنان بسته خواهد بود. وزارت بهداشت ایران گزارش داده در 24 ساعت گذشته 48 نفر دیگر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. تاکنون بیشتر از 106 هزار نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند. بعضی منابع داخلی و خارجی درباره درستی آمار وزارت بهداشت تردید دارند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. زمزمه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در ایران تا اواخر ماه جاری. علی اکبر حق‌دوست، معاون آموزشی وزیر بهداشت می‌گوید اگر وضعیت شیوع کرونا به همین صورت پیش برود و روند آن کاهش پیدا کند، بعد از ماه رمضان ستاد کرونا اجازه بازگشایی دانشگاه‌ها را می‌دهد. حضور و غیاب دانشجویان اجباری نخواهد بود و دانشجویان می‌توانند تک درس یا کل ترم تحصیلی را حذف کنند. صحبت از احتمال بازگشایی مدارس در مناطق کم خطر هم هست. ما زمانی که برامون مهم تکمیل آموزش هست و اتمام محتوای برنامه درسی و برگزاری امتحانات، پیش بینی ما این هست که حداقل یک ماه این زمان خواهد بود که هم معلمان اطمینان پیدا بکنند محتوای برنامه درس آموزش داده شده، هم جبران کنند کمبودهایی رو که ممکنه دانش آموزان در این مناطق باهاش مواجه شده باشند و امتحانات رو هم برگزار کنند. با وجود کلاس‌های متراکم و حضور دانش آموزان در نیمکت‌های 3 نفره در کنار هم، این نگرانی وجود دارد که رعایت فاصله گذاری اجتماعی امکان نداشته باشد. همزمان با بازگشایی بعضی کسب و کارها و کم شدن محدودیت‌ها در ایران، بعضی از کارشناسان درباره احتمال شیوع موج دوم کرونا هشدار دادند. وزارت بهداشت هم گفته در هفته گذشته میزان ابتلا به کرونا سیر صعودی داشته. هدف اصلی حفظ سلامت و حفظ معیشت مردمه. قاعدتاً هر نوع بازگشایی که برای تأمین معیشت و نیازهای اقتصادی مردم انجام میشه باید با رعایت دستوران و عملهای بهداشتی به حد اکثر ممکن برسه و در عین حال غیر آسیب رسان به سلامت باشه. هر گونه، تأکید میکنم، هر گونه افزایش حضور مردم در اجتماع و هر نوع تردد در سطح شهرها و هر گونه بازگشایی که دارای اثرات اقتصادی و معیشتی قابل توجه نباشه در شرایط همه‌گیری فعلی میتونه مضر و خطرناک باشه. بازگشایی مشاغل و کسب و کارهای مختلف باعث شده خیابانها و ادارات شلوغ باشد و فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود. به کرات فاصله گذاری اجتماعی مخدوش شده و فایی که فعلا برای مراکز صادر شده به نظر میرسه در تناسب با شرایط جمعیتی که اونجا حضور داره نیست. طبیعتا یه بخشش ایجاد پروتکل سختگیرانه تر هست و بعد این پروتکل رو تغییر کنه. یه بخشش هم به نظر میرسه که باید در فرایند نوبت دهی و چرخش هایی که در میزان مراجعین وجود داره یک در واقع دستورالعمل‌های جدیدی طرح بشه. این هفته ما در جلسه شورای فرمانده ستاد تهران موضوع رو مورد بحث قرار خواهیم داد. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران تا کنون 106220 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند. 6589 نفر جان خود را از دست دادند و 85064 نفر بهبود پیدا کردند. بسیاری از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس درستی آمار وزارت بهداشت را زیر سوال بردند. بعضی از مقام‌های پزشکی و بیمارستانی هم این آمار را بسیار کمتر از آمار واقعی دانستند. همزمان حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از دستگیری 320 نفر به اتهام آنچه ایجاد نگرانی درباره کرونا خوانده خبر داده و گفته 1300 وبسایت به همین دلیل شناسایی شدند. بسیاری از روزنامه‌نگاران در ایران از زمان شیوع ویروس کرونا به خاطر اطلاع رسانی با محدودیت روبرو شده و بعضی از آنها حتی احضار یا بازداشت هم شدند. فرین عاصمی، بی بی سی. در هفته‌های اخیر در بعضی از کشورهای غربی از جمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه شمار ابتلا به ویروس کرونا میان کودکان افزایش یافته. در شماری از این کودکان علائمی شبیه یک بیماری نادر به اسم کاوازاکی دیده شده. التهاب در رگ‌های خونی و تب از علائم این بیماری است. علت این بیماری شناخته شده نیست. بیشتر گزارش شده بود که علائم کرونا در کودکان بسیار خفیف‌تر از بزرگسالان است. دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت‌های ویژه ICU از لندن به ما هستن. آقای دکتر صدری، اول بد نیست کمی در مورد این بیماری کاوازاکی توضیح بدید، چه اطلاعاتی در دست است؟ با سلام خدمت شما. بیماری کاوازاکی بیماری به نسبت شناخته شده است از لحاظ بروز، در حدود نیم قرنی هست که شناخته شده و
بیشتر کودکان زیر 5 سال رو مبتلا میکنه، بیماری است که تظاهرات جلدی و مخاطی داره به صورت علائم درگیری گلو، بعد زبان به حالت خاصی مثل توت فرنگی در میاد. اینها ضایعاتی روی پوست دارن به صورت لکه‌های قرمز مختلف و همینطور میتونن تب‌های طولانی مدت و در بعضی موارد هم میتونن بزرگی غده‌های لنفاوی در ناحیه گردن رو داشته باشن و بیماری است که تا به حال علتی براش شناخته نشده، با توجه به اینکه بسیاری از ویروس ها یا باکتری ها و یا عوامل دیگر به عنوان علت اون ذکر شدن. به طور نادر این بیماری میتونه به عروق و رگ های حد اندازه متوسط حمله بکنه و به ویژه موردی که بسیار مسئله ساز هست، حمله اون به عروق قلبی است که میتونه باعث بروز حالتی به اسم آنیوریزم بشه، یعنی حالتی که عروق حالت مثل بادکنک متورم میشن و میتونن خطرساز باشن. این کلیت خود بیماری کاوازاکی هست. قبلا گفته میشد که کمتر احتمال داره کودکان به دلیل کرونا آسیب ببینند. با چه اطمینانی میشه گفت که کرونا در کودکان با این بیماری ممکنه ارتباط پیدا بکنه؟ حضورتون عرض شد که ما میدونیم که بیماری کووید 19 در بزرگسالان بالاخص بسیار بسیار با تظاهرات عروقی همراه هست. من خب در بخش مراقبت های ویژه بزرگسالان بسیاری تظاهرات عروقی بیماری کووید رو از انواع اقسامش رو بفرمایید، ضایعات پوستی و تمام چیزهایی رو که در بیماری نوع کودکان گزارش شده رو دیدم. یک مقاله چاپ شده در مجله لنست دو روز گذشته، 8 مورد انگلستان رو که در بیمارستان کودکان اولینا در لندن بستری شده بودن رو بررسی کرده و از این 8 مورد فقط ما دیدیم که 1 مورد متاسفانه فوت شده و 7 مورد دیگه بین 4 تا 6 روز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودن و مؤلفین گفتن که تا حدود 20 مورد از بیماری رو دیدند و به نظر میاد که همچنان بیماری خیلی بدخیم نباشه در کودکان. همونجور که ما گفتیم، فقط چیزی که خیلی جالب هست در مورد این مسئله این هستش که بیماری کاوازاکی همونطور که از اسمش پیداست بیماری است که خیلی منحصر به بسیار شایع‌تر هست در شرق آسیا. حدود شیوع 10 برابر داره این بیماری در ژاپن و شرق آسیا و در آمریکا و نیمکره شمالی به جز اون گفته شده که حدود 25 در 100,000 کودکان مبتلا میشن. ولی جالب هستش که این کیس، اینجور موارد در شرق آسیا گزارش نشده برای بار اول و از انگلستان و فرانسه و آمریکا به خصوص نیویورک گزارش شده و میدونیم که در نیویورک هم یک کودک 5 ساله در اثر بیماری شبیه به این فوت شده و در مجموع تعداد موارد خیلی زیاد نیست. ما هنوز باید این رو بدونیم که این تعداد نادری از کودکان رو شامل میشه، خیلی نباید نگرانش بیش از حد باشه. آقای دکتر، با این اوصاف چه توصیه‌ای دارید به خانواده ها، خصوصا خانواده هایی که افراد خردسال دارند؟ خب مسلما ما با شرایطی مواجه هستیم که بیماری کووید 19 در تمام دنیا شایع هست و بنابراین هر کسی که هر نوع بیماری بگیره و به هر بیماری مبتلا بشه شانس این که کووید 19 رو داشته باشه بسیار زیاد هست، به خصوص که اگر تب داشته باشه. خب رعایت بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی و چیزهایی که به طور عمومی مطرح شده برای جلوگیری از بیماری خب مسلما نقش بسیار زیادی داره، ولی که تمام والدین بایستی آگاه باشن که یک تظاهرات اینچنینی در از یک بیماری به صورت تب، تظاهرات پوستی، تغییراتی در زبان و گلو، اینها میتونه در به طور نادر تظاهراتی از بیماری کووید 19 در کودکان باشه و چنانچه با اون مواجه شدن به طرز خیلی واضحی بایستی حتما مشاوره با پزشک داشته باشن و از اونها نصیحت بگیرن در این مورد. ممنونم از شما دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه ICU از لندن با ما. در افغانستان هیئت تحقیق درباره ادعای به رودخانه انداختن شماری از مسافران افغان توسط مرزبانان ایرانی کارش را امروز در هرات شروع کرد.
والی هرات هم به محل رویداد رفته و قرار شده گروهی از مردم محل در بستر رودخانه هریرود به دنبال اجساد باقی مانده بگردند. تا کنون 18 جسد که در رودخانه هریرود غرق شده بودند به دست آمده. مقام های ایرانی دست داشتن مرزبانان این کشور را در این رویداد رد کردند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. جنازه های از آب گرفته شده و جوانان غرق شده. به نظر می رسد منطقه هم مرز با ایران است. یه هم ایران به چی می بینی؟ هم جهان را خدا آقران فیصله کرد. خبر اما از اینجا شنیده شد. چند جسد به شفاخانه حوزه هرات آورده شد و یک شهروند افغان مدعی شد مرزبانان ایرانی آنها را از نقطه پر آب هریرود رد مرز کردند. ساعت که یکونیم بجه شد، یکونیم بجه به چیز بود، امون میانه بوس هست، به میانه بوس مردم 57 نفر انداخت مردم ردی مرز کرد. ردی مرز گودری که خوب بود، اویش هم کم بود، چیز که داشته بود به اونجا ردی مرز نکرد. مثلا اویش که زیاد هست، چپره هست، اونجا مردم با زور با انداخت. 57 نفر بود، 23 نفر مرد و او برد. بقیش خود علا یا باز یا خود بود بختی هم جوری کشید. این مادر پسرش عبدالباری تنها نانآور خانه بود، 19 ساله. با جمع تقریبا 50 نفری به ایران رفت و جنازش آمد. مادر میرو که زید افغانستان گوشنه ایچ چی نیه، کار نیه، یا گریگه که دیشت، دهان بروزه میره، ای بر گری میبردن، نمکی میکرد، میاورده، اما یک 50 روپی، 100 روپی میاورده، کارچلونی ما بوده. خدای صبر و شکر دارم. من چی جان نرو باش که برک خودم این راه هوا کنه به سیدگی بری. و ما در اینا همه بیخن میفتادم. من تو سیاسه رو بده به زیر دست کی پرتردم. امو وقت یعنی 6 هفته کشیدیم نکشیدیم. امو نرم خود ما کشیدیم. اگر ما بیشتر جنازه میکشیدیم. سربازه ایران نمیخدش که ما آبازی بلد بودیم. میرفتن خور مینداختم. جنازه بیرون میکردم میخدشتم. بایی میگفتن تو بزن به سر دیلی که بلکه زنده شه. بعضی پیر میکرد، بعض ما گفتیم بریم که علی مار نزد. سرپرست وزارت خارجه افغانستان با نشر تصاویر رویداد واکنش تندی نشان داد و آن را ظلم، وحشت و جنایت نابخشودنی خواند. خواستار تحقیق همه جانبه شد و هیئتی 10 نفره تشکیل شد. سخنگوی وزارت خارجه امروز گفت هیئت به هرات رفته و کارش را آغاز کرده. مسافرینی که از حادثه نجات یافتند در حضور والی هرات چشمدیدهای خیش را به جنرال قاسل ایران مقیم هرات اظهار نمودند. به سلسله توافق جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحقیقات مشترک جانب ایران قرار گذاشتند که امروز هیئت تحقیق را از جانب خیش به دولت جمهوری اسلامی افغانستان معرفی خواهند نمود. نگاه کن، این کار جمهوری اسلامی ایرانه که ایچ آنها مردم به اوم نظانه. وزارت امور خارجه ایران وقوع این رویداد توسط مرزبانان ایرانی را قویاً تکذیب کرده، اما گفته که برای روشن شدن داستان این جنازه ها آماده همکاری است. داستان آنهایی که نه از خانه خیر دیدند و نه از همسایه. علی حسینی، بی بی سی، کابل. مریم سما، عضو کمیسیون امور بین الملل مجلس نمایندگان افغانستان از کابل با ماست. خانم سما، پیگیری های طرف افغانستان به کجا رسیده؟ طور که در گزارش هم اشاره شد، هیئتی گماشته شده هم از کابل و همچنان هیئت مشخصی هم از هرات که و منطقه مرزی که ولسوالی گلران هست و دهنه ذوالفقار برند و این مسئله را بررسی بکنند، شواهد بیشتر، اسناد بیشتری را جمع بکنند. متاسفانه هنوز هم در رابطه با ارقام مشخص را ما نمیتونیم رویش تکیه بکنیم و بگیم، ولی حداقل تعدادی از همکاران ما که گماشته شدند در این هیئت اشاره میکنند که 55 نفر از هموطنان ما بودند که دستگیر شده بودند و مورد ظلم و شکنجه قرار میگیرند، توهین میشن، تحقیر میشن. 18 جسد گفته میشه که بازگشته به هرات، که 7 جسد روز اول به هرات بازگشتانده شده
5 جسد در شیندند و رباط سنگی دفن شدن، 4 جسد هم در گلران و تازه‌ترین هم 2 جسد گفته میشه که دوباره رسیده که مجموعاً 18 نفر میشه و 16 نفر هم گفته میشه که نجات پیدا کردن و آمدن و در هرات هم با اونا مصاحبه شده و سالهای زیادی از اونا پرسان شده. حتی گفته میشه که گزارش های میرسانه که قنسول ایران در هرات هم با اینا مصاحبه داشته و حال فکر میکنم در مرحله ای تقریبا رسیده، البته به صورت غیر رسمی، که از او اینکه مقامات ایرانی به کلی این مسئله را تکذیب میکردن، رد میکردن، از این تردید بیرون شدن و حال حداقل میخواین که مسئله را بررسی بکنن، گرچه هنوز به صورت رسمی این مسئله را تایید نکردن، که من فکر میکنم بیشرمانه ترین رفتاری که حکومت ایران میتونست در مقابل این جنایت بکنه همین مسئله است که رد کرده. خب البته اشاره کردید که در ایران مقام ها این رخداد رو رد کردن، تکذیب کردن، منتها دولت افغانستان، پارلمان چه کاری میتونن بکنن؟ یعنی اینکه گام بعدی شما چی هست بر فرض اینکه چنین حادثه ای رو طرف مقابل بپذیره که رخ داده؟ مطمئناً بر فرض دیگه نمیتونیم بگیم، به دلیل از اینکه شواهد خیلی زیادی وجود داره. هیئتی هم که رفته با مردم اون منطقه صحبت کرده و اسناد بیشتری را جمع‌آوری کرده و همین اسناد هم با کسانی که دوباره برگشتن هم حداقل کنسول ایران وادار به این کرده که این مسئله را جدی‌تر بررسی بکنه. وقتی چنین اسنادی وجود داره، ما بیشتر در حال حاضر میخوایم تلاش بکنیم که اسناد کامل بشه و در نهایتش با طرف ایرانی میخوایم که این مسئله را در میان بذاریم و ببینیم که واکنششان چی هست. اما آن چیزی که مجلس بیشتر رویش تاکید میکنه، حداقل من تاکید میکنم، این هست که این بار اول نیست که چنین جنایتی رخ میده، این بار اول نیست که مردم متهم میشن، تحقیر میشن، شکنجه میشن. باید یک شکایت رسمی در دادگاه لاحه ثبت بشه بعد از بررسی های کاملی که صورت گرفت. همچنان در کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد این شکایت به صورت رسمی باید درج بشه. از طرف دیگه یک تعداد زیادی از اعضای مجلس، خانم ها به خصوص، نامه ای را نوشتن که قرار است به آدرس حکومت ایران و همچنان یک کپی هم به سازمان ملل متحد فرستاده بشه که دقیقاً خواست ما همین مسئله هست که این مسئله باید به صورت جدی دنبال بشه و شکایت رسمی صورت بگیره. شما هیچ قصوری رو در دولت افغانستان یا در مرزبانی افغانستان هم میبینید یا نه؟ به هر صورت اگر اتفاقی افتاده باشه، شاید یکی از استدلال ها این باشه که گذری غیر قانونی از مرز صورت گرفته. مطمئناً این گذر غیرقانونی بوده و ما این را رد نمی کنیم که منطقه گلران منطقه ای هست که تحت حاکمیت طالبان در برخی از مناطقش وجود داره، یعنی ناامن هست و شاید خلای مرزی هم در اون منطقه وجود داشته باشد. این خلایی است که ما نمی تانیم اون را رد بکنیم. اما آنچه که رویش باید تاکید بشه جنایتی هست که صورت گرفته. اگر گذر هم غیرقانونی بوده، واکنشی که در مقابل شده، عملی که در مقابل صورت گرفته به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. یک عمل ضد حقوق بشری، ضد انسانی و حتی ضد حقوق بین کشورها و همچنان یک عمل کاملا غیر انسانی هست که از سوی مرزبانان ایران صورت گرفته و نمیتونیم چشم پوشی کنیم این مسئله. ممنونم از مریم سما، عضو کمیسیون امور بین الملل مجلس نمایندگان افغانستان از کابل با ما. چطور میتوان جلوی بروز موج سوم، دوم و سوم کرونا رو در جامعه گرفت؟ امروز دکتر محمود رضا پورکریم در سری برنامه های از ما بپرس به این سوال جواب میده. او تاکید میکنه که برداشتن قرنطینه فقط به معنای وجود تخت اضافه در آی سی یو بیمارستان است، نه اینکه همه‌گیری جهانی کرونا تمام شده باشد. برنامه از ما بپرس هر هفته از شنبه تا سه شنبه ساعت 5:15 عصر به وقت ایران افغانستان از بی بی سی فارسی پخش میشه. ا
احتمال بروز موج دوم و موج سوم کرونا در ماه‌های آینده چقدر است؟ آیا ممکنه کرونا مثل ویروس آنفولانزا برای همیشه تو جامعه انسان‌ها باقی بمونه؟ به این سوالا امروز جواب میدیم. شما هم پرسش‌های خودتون رو به تلگرام BBC @BBC شما بفرستید با هشتگ از ما بپرس تا مهمون برنامه مستقیم جواب سوالای شما رو بده. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و از قرنطینه امروز سوالهای شما رو از دکتر محمود رضا پورکریم، محقق ارشد بخش ویروس شناسی مؤسسه رگای بلژیک و عضو کمیته آمادگی همه‌گیری جهانی کرونا میپرسم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. مریم پرسیده چرا کشورها کم کم مقررات قرنطینه رو برمی‌دارن مگر تغییری در رفتار و شیوع ویروس کووید 19 ایجاد شده؟ برای پاسخ دادن به این سوال اجازه بدید که ما برگردیم به عقب، اصلا بگیم که چرا اصلا ما قرنطینه رو انتخاب کردیم. وقتی یک بیماری در یک جامعه شیوع پیدا می‌کنه و رفته رفته ابتلاء افراد زیاد میشه و ما مرگ و میرمون هم زیاد میشه، تخت‌های بیمارستانی اشغال خواهد شد و این میره به سمت اینکه ما این تخت‌ها رو اشباه داشته باشیم، خدمات و سرویس مناسبی نتونیم ارائه بدیم به افراد. لذا برای اینکه حلقه انتقال از فرد مبتلا رو به جامعه سالممون بشکنیم، بهترین کار این هستش که ما قرنطینه رو پیشه کنیم. ابتداءً قرنطینه رو پیشه می‌کنیم یا محدودیت‌های رفت و آمدی رو، و ذره ذره با اینکه ابتلاع ما کم میشه و نهایتاً مرگ و میر ما کم میشه، ما شروع میکنیم به اینکه محدودیت ها رو ذره ذره برداشتن و آزاد کردن. این تنها به این معنی است که ما به یک جایی رسیدیم که جا داریم برای دیگرون روی تخت های بیمارستانیمون، یا اینکه ما پذیرای شما هستیم اگر مبتلا بشیم. این نتیجهش این نیستش که ما با ویروس کرونا خداحافظی کردیم. نه، هیچ چیزی در مورد ویروس کرونا تغییر نکرده. ما نه واکسنی داریم نه دارویی داریم. یعنی محدودیت رفتاری رو آدم‌ها نباید عوض کنن، فقط تخت‌های ICU جا داره الان. به هیچ عنوان مدل‌های جدید اپیدمیولوژی نشون میده که ما تا حداقل تا سال 2022 بایستی این سوشیال دیستنسمون رو رعایت بکنیم و از هم فاصله بگیریم. علی سوال کرده آیا ممکنه این ویروس مثل آنفولانزا هیچ وقت ریشه کن نشه؟ متاسفانه بایستی بگم که بله، این سوال خوبی است. ببینید، برای ریشه کن کردن یک ویروس ما بایستی دو تا ابزار داشته باشیم. یکی این که واکسن خوبی رو داشته باشیم براش، و دوم این که داروی خوبی داشته باشیم. مثلا در مورد ویروس فلج اطفال که ما تونستیم ریشه کنش کنیم، واکسن بسیار موثری داشتیم. در مورد کرونا ما تا الان هیچ واکسنی نداریم. در مورد کرونا ما تا الان هیچ دارویی نداریم. لذا اون چیزی رو که ما میتونیم انجام بدیم این استش که ما اون سوشیال دیستنسمون و فاصله های فیزیکیمون رو به شدت رعایت کنیم. از تجمعات که دنس هستن و توی همدیگه هستن به شدت جلوگیری کنیم. از ماسک استفاده کنیم. به شدت این قضیه موج دوم و سوم مطرح هستش و همه جا، نه تنها در اروپا، امریکا و آسیا، همه جایی که شما بگیرید همه دارن هشدار میدن. ببینید، ما در مورد آنفولانزای اسپانیایی متاسفانه موج دوم و سومش بودش که خیلی تلفات برای دنیا ایجاد کرد. آنفولانزای اسپانیایی یا همون آنفولانزای 1918 تقریبا همین فصلها ایجاد مزاحمت برای جامعه انسانی کرد و بعد از قرنطینه مردم راحت بیرون آمدن و احساس کردن که همه چیز تموم شد و آنفولانزا رفته و تابستان و اینها اصلا آنفولانزایی وجود نخواهد داشت. متاسفانه با جا به جاییشون حتی این ویروس رو به مناطقی که سفید بودن و آلودگی کمتری داشتن کشوندن. این شد که در سپتامبر و در اکتبر و در نوامبر موج بسیار بسیار سنگینی از ابتلاء به آنفولانزا ایجاد شد که کشته ها و تلفاتش بسیار به مراتب از موج اول آنفولانزا بیشتر شد. جوری شد که دنیا با 50 میلیون تلفات در اون موقع مواجه شد. این چیزیست که بایستی ازش بیم داشت و همه کارشناسان بهداشتی در این مورد دارن هشدار میدن.
اینطور که شما میفرمایید، یعنی اگر کل افراد یک جامعه با هم فاصله رعایت کنند و از انتقال ویروس جلوگیری کنند، هرگز موج دوم و سومی اتفاق نمیفته، درسته؟ بله، قطعا همینطور هستش. تا زمانی که ما برای این ویروس واکسن خوبی نداشته باشیم، کار دست خودمون رعایت میشه. بهترین کار این هستش که ما حلقه انتقال ویروس رو از افراد مبتلا به افراد سالم جامعه بشکنیم. بهترین کار این هستش که این فاصله فیزیکی رو رعایت بکنیم. 1.5 متر تا 2 متر بهترین فاصله هست. یعنی قطرات تنفسی فرد آلوده رو امکان رسیدنش به فرد سالم کم بکنیم و به قولی از انتقال جلوگیری کنیم. خیلی از مخاطبامون از جمله مونا و مریم پرسیدن کتابی که از بیرون می‌خریم رو چطور ضد عفونی کنیم که مطمئن شیم روی سطحش ویروسی نیست. ببینید، خب قطعا اکثر مواد ضد عفونی کننده که مایع هستن، اینها روی کتاب تأثیر میزنن و خرابش میکنن. بهترین کار اینه که ما کتابمون رو هم برای چند روز قرنطینه کنیم. بین 24 ساعت تا 72 ساعت کتابمون رو یه جایی بذاریم که اگر هم ویروسی روی اون نشسته باشه، با قطرات تنفسی افرادی که باهاش در ارتباط بودن، این ویروس قابلیت اکتیو شدن مجددش از بین بره و دیگرون هم بهش دست نزنن تا اون زمانی که ما این رو کنار گذاشتیم. بهترین کار اینه که کتابمون رو بگذاریم توی یه دونه پلاستیک و جداش بگذاریم که حتی دیگرون هم از این استفاده نکنن. بعد اون پلاستیک رو هم امهایش کنیم به طریقی که باز باش برخوردی نداشته باشه کسی. خیلی ممنون دکتر پورکریم. شما هم سوالای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به پیامگیر تلگرام BBC @BBC شما برای ما بفرستید. حتما هشتگ از ما به پرس رو فراموش نکنید. ضمن این که ما در صفحه اینترنتی خودمون، در سایت خودمون، یک بخش ویژه رو به کرونا اختصاص دادیم. میتونید تازه ترین خبرها، مقاله ها و مطالب رو در مورد ویروس کرونا از همین سایت و از همین صفحه دریافت بکنید. از جمله این که مثلا آزمایش کرونا رو چطور میگیرن و آیا ویتامین دی از کرونا پیشگیری میکنه یا خیر. ممنونم از همراهی شما با برنامه 60 دقیقه تا آخر.